سرخط مهمترین خبرها. واکنش ها به تمدید مأموریت یونما در افغانستان برای یک سال دیگر. ذبیح الله مجاهد در واکنش گفت این مأموریت باید به درستی انجام شود. خواست مردم افغانستانی است که یونما به گونه خوب نمایندگی بکنه، افغانستان را به جامعه و دنیا بپیوندانه. تصویب قطعنامه مبارزه با اسلام حراسی در مجمع عمومی سازمان ملل. این قطعنامه با اکثریت آرا و بدون هیچ مخالفت به تصویب رسید. رویداد امروز به ما یادآوری می کند همه ما مسئولیت مقابله و ریشه‌کن کردن آفت تعصب ضد مسلمانان را داریم. و آغاز روند توزیع کتاب‌های درسی به دانش آموزان در ولایت بلخ. قرار است در سال جدید تعلیمی حدود 39 میلیون جلد کتاب به دانش آموزان توزیع گردد. پروژه چاپ و انتقال کتب تعلیمات عمومی وزارت معارف شامل 38.7 میلیون جلد کتاب درسی می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز توجه نمایید به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت آرا مأموریت یونما در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. نماینده ژاپن در شورای امنیت گفت کشورش به تلاش خود برای پشتیبانی از مردم افغانستان ادامه می‌دهد و از تلاش یونما حمایت می‌کند. معاون نماینده چین نیز گفته افغانستان در دو نیم سال گذشته شاهد ثبات داخلی، بهبود اقتصاد و گسترش روابط منطقه‌ای بوده. سفیر آمریکا اما بار دیگر بر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان تأکید کرد. تصویب قطعنامه مأموریت یونما در افغانستان برای یک سال دیگر. قطعنامه ای که پیشنویس آن از سوی ژاپن ارائه و با اکثریت آرا تصویب شد. نماینده ژاپن پس از تصویب این قطعنامه گفت کشورش به پشتیبانی از مردم افغانستان ادامه می دهد و از نقش یونما در افغانستان حمایت می کند. تمدید مأموریت یونما پیام قوی به مردم افغانستان می فرستد که سازمان ملل با حمایت شورای امنیت به صورت خستگی ناپذیر برای افغانها، به خصوص کسانی که در شرایط دشوار قرار دارند، به کارش ادامه خواهد داد. معاون نماینده چین اما در این نشست گفت قطعنامه شورای امنیت درباره تمدید کار یونما پیشرفت‌های اخیر در افغانستان را انعکاس نمی‌دهد. او مدعی شد که افغانستان در بیش از دو سال گذشته در برخی عرصه‌ها پیشرفت داشته، اما در زمینه وضعیت بشری و خطرات تروریسم با چالش مواجه بوده. متن قطعنامه اخیر شورای امنیت این تصور را ایجاد می کند که وضعیت افغانستان در بیش از دو سال گذشته بدون تغییر باقی مانده، در حالی که چنین چیزی به وضوح خلاف واقعیت است. از سوی هم سفیر آمریکا در سازمان ملل نقش یونما را در زمینه ارائه کمک‌های بشری به افغانستان و تسهیل گفتگوهای سیاسی بین الافغانی مهم خواند. او همچنان بار دیگر به لزوم تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان تأکید کرد. واشنگتن خواستار اجرای کامل قطعنامه این شورا درباره تعیین نماینده ویژه ملل متحد است. کابل اما با مخالفت تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفته از تمدید مأموریت یونما در افغانستان استقبال میکند. تمدید مأموریت یونما انشالله که به خیر افغانستان خواهد بود، چون افغانستان شاهدی فضی است که نیاز به ارتباط داره با کشورها و همچنان سازمان ها. یونما در راستا میتونه که از تحکیم کننده روابط باشه، ولی خواست مردم افغانستانی است که یونما به گونه خوب نمایندگی بکنند، افغانستان را به جامعه و دنیا بپیوندانه. با این حال برخی ها با انتقاد از نقش ضعیف یونما در افغانستان میگویند مأموریت یونما در بیش از دو سال گذشته نتایج و دستاورد چندانی را در پی نداشته است.
برای بحث بیشتر این خبر گفتگوی داشتم با رحمت الله بیژنپور استاد دانشگاه و از او درباره نقش یونما و مأموریتی که در افغانستان دارد را پرسیدم. یونما دفتر سیاسی سازمان ملل یا نمایندگی دیپلماتیک برای حل چالش‌های کشورهاست. در هر صورت یک دفتری هست که برای افغانستان هم در دوران جمهوریت دهه پیش هم در رابطه با آمدن طالبان و تصرف پایتخت همچنان به فعالیت‌های خودش ادامه می‌دهد و قرارم بر سر این است که یک سری از خواسته‌های سازمان ملل در رابطه با مسائل بشردوستانه و اجتماعی را در افغانستان از طریق نهادهای گوناگون مرتبط به سازمان ملل سازماندهی و رهبری بکند. مسلم است که یونما تلاش می‌کند بیشتر اکتوری سازمان ملل در رابطه با افغانستان باشه، اما خوب بسیار بدیهی است که از 3 تا شخصیت یا از 3 حالت بیرون نیست. یک، در بعضی زمینه ها دروغ میگه برای حل مسائل چالش ها، حالا با حسن نیت یا با ترفند. در بعضی زمینه ها مخالفت میکنه با بعضی مسائل و به لحاظ این که روش های سازمان ملل رعایت شود. در بعضی زمینه ها نیز منافقت میکنه و خاطر این که برخی فشارهای استخباراتی نیز از طریق یونما در افغانستان مدیریت میشه. میخوایم بدانم که با توجه به وضعیت موجود افغانستان مأموریت اصلی یونما در افغانستان باید چه چیزی باشد به نظر شما؟ یونما باید دستی کم به عنوان نخستین چاره و یگانه زمینه برای تأمین رابطه سازمان ملل با افغانستان باشد. حالا با گروه ها، با سازمان ها، با احزاب، با مردم، با جامعه مدنی و به ترتیب با نیروی قدرت. این وظیفه اساسی یونما است، یعنی دفتر سیاسی و فعالیت های سیاسی، نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان است. بنابراین یونما می تواند مانور مناسب تری در رابطه با مسئله افغانستان کنه، اما چرا در تمام این دوران هیچ طرح از سوی سازمان ملل و از آدرس یونما برای افغانستان پیشنهاد نشد؟ یک از شگفتی هاست. تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در موجودیت یونما هنوز یک گزینه است فکر میکنن؟ با توجه به تمدید مأموریت یونما تعیین نماینده جدید چقدر فکر میکنن ضروری است؟ ما به نظرم که هم روی کردهای سازمان ملل در افغانستان که خب ناچار است بالای 50% از اصول سازمان ملل پیروی بکنه و کمتر از 50% به نیروی فشار معطوف باشه. بنابراین اصرار به اصطلاح آمریکایی ها و تبع از اونها اروپا و خیلی از کشورهای دیگر این است که یک نماینده خاص برای افغانستان تعیین بکنند. در حقیقت تعیین نماینده خاص از سوی سازمان ملل توجیه ندارد. راز و نیاز با معبود یکتا در مسجد مرکزی لندن پایتخت انگلیس، اما با بیم از حملات احتمالی گروه‌های ضد مسلمانان. پس از آغاز جنگ غزه آمار خشونت علیه مسلمانان در این کشور افزایش یافته. بر رغم این اسلام حراسی و مسلمان ستیزی، غزه همچنان در دعاهای این افراد است. بسیار غم انگیز و منزجر کننده است که این همه بمباران و کشتار در این ماه مبارک رخ می دهد. این نه تنها برای مسلمانان بلکه برای بشریت زشت است. در این شرایط اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل رأی مثبت اعضا به قطعنامه پاکستان برای مقابله با اسلام حراسی، اقدام کم پیشینه که هیچ کشور با تصویب آن مخالفت نکرد. قطعنامه که خواستار اقدام هماهنگ برای مبارزه با خشونت‌های مداوم علیه مسلمانان است و از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد یک نماینده ویژه برای مبارزه با اسلام حراسی بگمارد. درست در زمانی که خشونت علیه مسلمانان و اسلام ستیزی حالا بخش جداناپذیر سیاست شمار از کشورها و رهبران غربی شده. اسلام حراسی نه تنها توسط تعداد فزاینده کشورها و رهبران نادیده گرفته می شود که تبلیغ نیز می گردد. رشد سیاستگزاران راست افراطی و فاشیستا در انتخابات های اخیر گویا این ادعا است.
دبیر کل سازمان ملل متحد هم شدیداً از اسلام ستیزی انتقاد کرد و گفت همه باید با تعصب در همه اشکال آن مقابله و آن را ریشه‌کن کنند. زمانی که نفرت و تعصب در حال افزایش است نمیتوانیم کنار بیستیم. رویداد امروز به ما یادآوری میکنند همه ما مسئولیت مقابله و ریشه‌کن کردن آفت تعصب ضد مسلمانان را داریم. همزمان با این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم خواهان مقابله با اشکال مختلف اسلام حراسی شده. این کشور نیز پس از آغاز جنگ غزه شاهد گسترش فزاینده خشونت ها علیه مسلمانان است. برخورد با مسلمانان و اسلام و مسئله اسلام ستیزی در جهان غرب پدیده جدید نیست. این مسئله ریشه تاریخی دارد و عکس العمل با گسترش اسلام در این سرزمین هاست. طی سالهای اخیر با قدرت گیری راست افراطی اما این روند تشدید شده و به اشکال مختلف ظاهر می شود. این پدیده حالا در غرب و برخی کشورهای شرقی نزامنتر از همیشه است و سایه طولانی و تاریک بر زندگی مسلمانان افکنده. نشست هفتگی شورای علمای شیعه کشور برگزار شد. در این نشست بر استفاده از فرصت‌های ماه مبارک رمضان برای خودسازی، دستگیری از نیازمندان و تحکیم اخوت و برادری در داخل کشور تاکید شد. از رسانه‌ها و مبلغین نیز خواسته شد که در ترویج ارزش‌های دینی و قرآنی و تحکیم اخوت و برادری بیشتر تلاش کنند. اعضای شورای علما بار دیگر بر تأمین حقوق شیعیان در کشور تاکید کرده گفتند این مسئله می‌تواند بیشتر سبب تحکیم اخوت و برادری گردد. 26 اهد برابر است با 34مین سال روز شهادت شهید مشتاق، فرمانده شجاع و چریک نامدار دوره جهاد علیه شوروی سابق. همسنگران و آشنایان شهید مشتاق میگویند او دارای ویژگی های منحصر به فرد و یک فرمانده نترس بود که برای آزادی و استقلال کشور در مقابل شوروی سابق رزمید و جانش را در این راه فدا کرد. شهید غلام نبی مشتاق چریک نترس و فرمانده نامدار افغانستان بود که پس از پیوستن به جریان تحت رهبری فقیه مجاهد حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه مبارزات آزادی خواهیش را علیه شوروی سابق از کابل کلید زد و بعدها دامنه عملیاتهایش را به مناطق دیگر گسترش داد. مهمترین عملیاتهایی که داشتیم در مرکز شهر شهید ترور کابل بوده. شهید مشتاق کارنامه زرین در دوران جهاد افغانستان علیه شوروی سابق دارد. همرزمانش از او به عنوان یک فرمانده شجاع و نترس یاد می کنند. او صدها عملیات را علیه قشون سرخ و حکومت دست نشانده کرملین را اندازه کرد. یکی از مبارزات تاریخی این فرمانده نامدار نبرد 22 روزه سنگلاخ در سال 1366 بود. قوه زمینی زورش نرسید به مجاهدین. باز بعد چرخکی آورد می سر و سر سنگلاخ پیدر تا کرد بعد باز می سنگر اون سنگر یا به دکه اون است و اونجا سنگر پامه مزار اینجا است سنگر خود شهید مشتاق اون موسیاکو که معلوم می شونه اونجا است دیگه سنگر اون می تو بود می سر تا سری ره باز یعنی می مردم بعد 23 روز جنگ شد تاره پیاده تا کرد بستم سری کورا از کو پایین شد دادره دو شو طاقت نتونستن پس شهید مشتاق با همکارای خود با آقای علوی که آقای علوی و دیگر آجی آقای موحدی بود و سخنور بود و دامنه عملیات های آزاد خواهانه این چریک چیردست تنها به یک جغرافیا خلاصه نمی شد بلکه از لوگر تا میدان مردک و زابل سنگرهای جهاد را مدیریت و فرماندهی می کرد. یکی از ویژگی های شخصیتی او عبور از مرزهای قومی و جغرافیایی بود که او را نزد مجاهدین محبوب ساخته بود. مشتاق همیشه تلاشش بود که در سر تا سر افغانستان باید نیروهای مومین و متدین خلاصه جبهات را تصاحب شود و حاکمی بر سرنوشت خود و تقدیر مردم خود گرده. لذا علاوه بر سنگرهایی که در اون زمان ما در زابل داشتیم
جبهه جاجی را باز کردند. شهید مشتاق نه تنها در میدان مبارزه و جهاد که در عبادت و حفظ ارزش‌های اسلامی نیز زبان زد بود. این سردار جهاد خود را تسلیم تقدیر و اوامر الهی کرده بود و همواره بر وحدت و همدیگر پذیری در میان اقوام و مسلمانان تاکید می‌کرد. در هیچ جا شهید مشتاق کوتاه نیاورده و در میدان عمل فعالانه رزمیده و جز اسلام و آزادی افغانستان و به اصطلاح در برگیری مجاهدین در کنار خودش با یک تربیت اسلامی دیگه در پیش شهید مشتاق دیدی این نبود که تو از کدام ولایتی، از کدام قشری، از کدام قومی، از کدام مذهبی و چی میکنی. شهید مشتاق پس از سالها مجاهدت برای آزادی کشور از چنگ روسا و پاسداری از ارزش‌های اسلامی در 26 حوت سال 1368 در دره سنگلاخ میدان مردک به شهادت رسید. امروز از شهادت این چریک نامدار 34 سال می‌گذرد. هرچند شهید مشتاق بیش از 3 دهه است که دور از دوستان و همرزمانش اینجا در گلزار شهدا در دره سنگلاخ خوابیده، اما یاد و خاطراتش همچنان زنده است. و در ادامه بیننده چند خبر کوتاه باشید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیران خارجه پاکستان و ازبکستان درباره موضوعات مختلف صحبت کرده است. آقای متقی در صحبت با وزیر خارجه پاکستان از وی برای سفر به کابل دعوت کرد. سرپرست وزارت خارجه همچنین در تماس تلفنی جداگانه با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان بار دیگر بر اجرای توافقات اخیر میان کابل و تاشکند تاکید نموده است. وزارت خارجه از تعیین اتشه نظامی جدید در سفارت افغانستان در مسکو خبر داد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه با نشر خبر معرفی احمد یاسر در این سمت بر گسترش روابط کابل مسکو تاکید کرده است. کابل در حال از تعیین اتشه نظامی برای سفارت افغانستان در روسیه خبر داده که در حال حاضر سفارت افغانستان در مسکو فعال بوده و دیپلمات های افغان در آن فعالیت دارند. یک هیئت ده نفری از عالمان دین به ریاست نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف و ازبکستان سفر کرده است. گفته شده این هیئت امروز شنبه بر اساس دعوت نورالدین خالق نظر رئیس اداره مسلمانان ازبکستان به آن کشور سفر نموده. این هیئت قرار است از مراکز اسلامی در شهرهای تاشکند، بخارا و سمرقند ازبکستان بازدید نمایند. فردا 27 حوت برابر است با روز ملی خبرنگار. همزمان با این روز خبرنگاران از مسئولان حکومتی خواستند که در حل چالش‌های فراروی کار رسانه‌ای از جمله دسترسی به اطلاعات به گونه جدی اقدام کنند. نهادهای رسانه‌ای نیز می‌گویند هنوز خشونت، تهدید و بازداشت خبرنگاران از جانب نهادهای حکومتی جریان دارد که باید هر چه زودتر حل شود. رئیس مرکز رسانه‌های حکومت هم می‌گوید برای حل چالش‌های موجود از سوی حکومت کار جریان دارد. ذبیح الله شریفی گزارش می‌دهد. 27 حوت، روز ملی خبرنگار، روزی که یادآوری و عشق گذاشتن به شجاعت و قربانی‌های خبرنگاران در راستای اطلاع رسانی است. خبرنگارانی که در شرایط کنونی با مشکلات جدی روبرو‌اند، از تهدید و بازداشت تا عدم دسترسی به اطلاعات کامل. خواسته ما حکومت سرپرستی است که با رسانه ها و با خبرنگاران در بخش شریک ساختن معلومات همکاری بکنند. ډیر وخت موږ وینو چې خبریالان مستونز سره مخ په صحه کې هغه کده مسولین لوري کې د امنیتی ځواکونو لوري په عموم کې داسې یو منبع نسته، دا یو ښکار منبع نسته چې یو کولای شي هغه ته مراجعه وکړي. در اوایل کار حکومت سرپرست خبرنگاران با مشکلات متعدد در راستای اطلاع رسانی روبرو بودند که حالا از شدت آن تا حدودی کاسته شده. با این حال مسئولان در نهادهای رسانه‌ای میگویند هنوز هم خبرنگاران با چالش‌های متعدد از جمله خشونت و عدم دسترسی به اطلاعات روبرو هستند. توقیف بوده، گرفتاری بوده، تحقیق بوده، آمار مشخص هم ما داریم. ما چند روز بعد آخر سال ما یک آمار را همه نهادها که جمع کردیم از طرف فدراسیون خبرنگار را یک آمار ارائه میکنیم. بیکار شدن تعدادی از خبرنگاران به خاطر متوقف شدن فعالیت برخی رسانه ها و از این محدودیت علیه کار رسانه ای و مشکلات مالی رسانه ها از دیگر چالش ها در این زمینه گفته شده است.
رئیس مرکز رسانه‌های حکومت اما میگوید حکومت به ادامه فعالیت رسانه‌ها در کشور متعهدند و برای حل چالش‌ها در برابر کار رسانه‌ای و خبرنگاران تلاش جریان دارد. با مساعدت بزرگان امارات اسلامی افغانستان که امروز هم تسهیلات بهتر برای دسترسی به اطلاعات فراهم بکنیم و به حساب امنیت جانی رسانه ها هم باید بگوییم که بارها وزارت اطلاعات فرهنگ اعلام کرده که هیچ ارگانی بدون هماهنگی با وزارت اطلاعات فرهنگ نمیتونه برای کدام خبرنگاری مزاحمت ایجاد بکنه. رسانه ها در بیش از دو سال گذشته با فراز نشفای زیاد امراه بوده است. از متوقف شدن فعالیت برخی رسانه ها گرفته تا برخورد نامناسب با خبرنگاران. در حال حاضر نیز برخی محدودیت ها علیه کار خبرنگاری در کشور وجود دارد. ذبیح‌الله شریفی، تلویزیون تمدن، کابل. روند توزیع کتاب‌های درسی به دانش آموزان مکاتب دولتی در ولایت بلخ آغاز شد. مسئولان در وزارت معارف می‌گویند قرار است حدود 39 میلیون جلد کتاب در سال جدید تعلیمی در سراسر کشور توزیع گردد که 70% مشکل کمبود کتاب رفع خواهد شد. این در حالی است که شکایت‌ها از کمبود کتب درسی در نقاط دوردست کشور همچنان پابرجاست. آغاز روند توزیع کتاب‌های درسی به دانش آموزان اینجا در شهر مزار شریف در ولایتی که قرار است حدود 850 هزار جلد کتاب به دانش آموزان توزیع گردد. توزیع کتب ما دو مرحله داشتیم. یک مرحله در سال گذشته بود که تقریبا 1,400,000 کتب مکاتب ما توزیع کردیم و امروز هم تقریبا به تعداد 8.5 لک کتابا ما امروز برنامه توزیع داریم. پروژه چاپ و انتقال کتب تعلیمات عمومی وزارت معارف شامل 38.7 میلیون جلد کتب درسی می باشد که بعد از تکمیل شدن این پروژه به سطح مکاتب 70% نیازمندی مکاتب مرفوع خواهد گردید. آن طرف شماری از دانش آموزان می گویند در سالهای گذشته بخش از کتابهای مورد نیازشان را از بازار خریداری می کردند. مشکلی که به گفته مسئولان در وزارت معارف در سال پیش رو حل خواهد شد. ما امسال بسیار خوش هستیم که کتاب گرفتیم، ولی کتابیم برای امسال است و ما آرزو داریم به صنف آینده ما کتاب بگیریم از طریق مکتب و ما نیاز نباشه که از بازار کتاب بخریم. قبلا هم کتابای پدرم از شهر میگرفت، حالا ما خوش هستیم که مکتب برای ما کتابای نو توزیع میکنه. همان چیز معرف هم میشه با کتاب. اینجا ما میایم درس میخوانیم و پیش از اینکه مکتب نبود ما هر روز مکتب نمیامدیم که کتاب نداریم. خانه ما میگو درس بخوان که ما میگوتیم کتاب نداریم چی رو درس بخوانه. کمبود کتب درسی یکی از جدیدترین چالش های وزارت معارف در دو دهه گذشته بوده. در کنار مشکلات دیگر از جمله کمبود معلم و نبود ساختمان برای مکاتب. از دولت تقاضای ما است که کتب درسی را زیاد چاپ بکنند تا ای که فرزندای وطن به طور درست و به مقسم اساسیش درس خود بخوانند. بر اساس آمار ریاست معارف ولایت بلخ در سال تعلیمی 1402 حدود 1.4 میلیون جلد کتاب در مکاتب مرکز و ولسوالی این ولایت توزیع شده است. دولت عربستان به هدف کمک و رسیدگی به خانواده‌های نیازمند در ماه مبارک رمضان دست کم 100 تن خرما به افغانستان کمک کرد. سرپرست جمعیت هلال احمر افغانستان گفته این کمک‌ها به گونه شفاف و عادلانه در ماه مبارک رمضان به نیازمندان توزیع خواهد شد. بسته کمکی دولت عربستان به مردم نیازمند در افغانستان 100 تن خرما که به خانواده‌های بی‌بضاعت در ماه مبارک رمضان تخصیص داده شده به هدف رسیدگی و دستگیری از آنان. بسته‌های کمکی به ارزش 15 میلیون افغانی که قرار است برای بیش از 12 هزار خانواده بی‌بضاعت در ولایت‌های مختلف توزیع شود. ملک سلمان خیریه بنسټ دغه مرسته به ټول هیواد کې 12,500 کورنۍ ته ویشل شي. د اکثریت به هغه کورنۍ وي چې بې وزله دي، وړمنې دي. دغه مرسته چې ملک سلمان بنسټ افغاني سره میشته اوس پرله د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ په لګښت ده. سرپرست جمعیت هلال احمر افغانستان با اشاره به وضعیت بد اقتصادی کشور خواستار افزایش این کمک ها شد. کمک هایی که به گفته او در شرایط فعلی نیاز جدی و یک اولویت است.
او همچنان تأکید کرد که در حال حاضر نمایندگی های هلال احمر در همه ولایات جهت ثبت خانواده های به بضاعت مشغول به فعالیتند. زنده دقیق خورما و دی توزیع دی پروگرام شروع ده. دغه خورما مونږ یوازې په کابل کې نه توزیع کوو، بلکې مونږ کوشش کوو تر څومره حده پورې چې ممکن وي د افغانستان مختلف ولایتونو ته مستحقو خلکو ته ورسو. با توجه به گراف بلند بیکاری و بحران اقتصادی در کشور، این کمک ها اندک است و ناکافی. دریافت کنندگان میگویند حکومت باید توجه جدی به وضعیت زندگی مردم داشته باشند. موږ سره باید ډېر کومک وسی، له ټوله دنیا نه دا غوښتنه ده چې موږ سره نور کومکونه وکړو. افغانستان په خوراکي هغه ته ډېر اړتیا لري، ټول وګړ د افغانستان پورې ورسول شي مستحق پورې. کومک ها خو فعلا خرماست، از کومک های دیگه خود تا حال بر ما چیز نکردن، کسی ندادن، فقط این خرماست که بر ما توزیع میکنه. کومک های بقیه که خاص بر مردم است که فقراست، بیوزن هاست، بر ما دیگه کومک ها مستفید نشده منوزه. با این حال وزارت اقتصاد وعده داده که در سال پیش رو و با راه اندازی پروژه های بزرگ زیربنایی برای هزاران نفر زمینه کار فراهم و تا حدودی سطح فقر در کشور کاهش خواهد یافت. شهرداری قندهار کارزار کاشت نهال را به هدف ترویج فرهنگ نهالشانی در این ولایت آغاز کرد. قرار است امسال حدود 20,000 اصل نهال مثمر و غیر مثمر در نقاط مختلف این شهر غرس شود. فعالان مدنی قندهار در جریان این کمپاین گفتند شهروندان باید در کنار حکومت در سرسبزی شهر سهم فعال بگیرند. آغاز کمپاین غرس نهال اینجا در شهر قندهار، کمپاینی که قرار است در جریان آن حدود 20,000 اصل نهال مثمر و غیر مثمر در نقاط مختلف این شهر غرس شود. مسئولان شهرداری قندهار از مردم می‌خواهند که با غرس نهال محیط را سرسبز ساخته و به هدف مبارزه با خشکسالی و آلودگی هوا در این کمپاین سهم بگیرند. کندهار شهروالی د دغه راتلونکي پسرلي دپاره، یعنی د 1403 کال لپاره، د ښار د سمسورولو په خاطر باندې پلان لري چې د 40,000 په شاوخوا کې مختلف مثمر او غیر مثمر نهالان د ښار په مختلفو ساحو کې کښیږدي. یوازې د حکومتونو مسؤلیت نه دی، دغه مجلس هم فقط یو رسمي ونه بولو، خبریالانو څه هم دا غوښتنه ده، د رسنیو څه هم دا غوښتنه ده چې په مثبت انداز باندې دا فکر در ټولو اورېدونکو پورې ورسوي او کوشش وسي چې در ډېرو خلکو پورې ورسیږي، چې اقلا که هر سړی یو نال کښیږدي، په 50 کسانو یوه درخته کښیږدي، په 10 کسانو یوه درخته کښیږدي، او د هغه درختې د پالنو د پالنې کوشش وکړي. همزمان با آغاز کمپاین نهالشانی در اینجا گفته شد غرس نهال تنها مسئولیت دولت نبوده و شهروندان نیز باید دوشادوش شهرداری با غرس نهال در سرسبزی شهر سهم بگیرند. زما من هیست یوزوان تو طول شهران بنده جغ دیده سوالی خود اغس پروگرامون ار کال که نو زما خاص زغ پر خل و تنوال بنده چی دایواز سوالی مسئولیت نده دیو سمسور او زرغون کنده ده پاراستی ټول لاسونه سره یو کو د حکومت سره لاسونه یو کو او اډیو د خپل کول مقتدا کل کې یو یو نلګی کسینو نومر بدلته دیسه پیسلابن ساتریال جوړ کړی. همه ساله در آستانه فصل بهار کمپاین نهالشانی در سراسر کشور آغاز می شود. امسال نیز این کمپاین در شماره از ولایات راه اندازی شده که در این میان قرار است تنها در کابل پایتخت 2,000,000 اصل نهال غرس شود. در پایان مروری دوباره به سرخط مهمترین خبرها. واکنش ها به تمدید مأموریت یونما در افغانستان برای یک سال دیگر. ذبیح الله مجاهد در واکنش گفت این مأموریت باید به درستی انجام شود. خواست مردم افغانستانی است که یونما به گونه خوب نمایندگی بکند، افغانستان را به جامعه و دنیا بپیوندانه. تصویب قطعنامه مبارزه با اسلام حراسی در مجمع عمومی سازمان ملل، این قطعنامه با اکثریت آرا و بدون هیچ مخالفت به تصویب رسید.
We cannot stand on the sidelines while hatred and being. رویداد امروز به ما یادآوری می‌کند همه ما مسئولیت مقابله و ریشه‌کن کردن آفت تعصب ضد مسلمانان را داریم. و آغاز روند توزیع کتاب‌های درسی به دانش آموزان در ولایت بلخ. قرار است در سال جدید تعلیمی حدود 39 میلیون جلد کتاب به دانش آموزان توزیع گردد. پروژه چاپ و انتقال کتب تعلیمات عمومی وزارت معارف شامل 38.7 میلیون جلد کتاب درسی می باشد. بیننده های عزیز، این بود بسته خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.